بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت روحانیون معظم کلیمی، زرتشتی و مسیحی، دوستان عزیز، نمایندگان محترم مجلس، به ویژه ریاست دانشمند مجلس شورای اسلامی و جناب آقای دکتر دهخان، جناب آقای دکتر توفیقی، جناب آقای مهندس شمران و همه عزیزان عرض سلام دارم و این مناسبت فرخنده رو تبریک عرض میکنم. بحث دوستان و سرودهایی که در اینجا خوانده شد همه با نگاه بر ایران بود. شعری هم که آقای احمدی قرائت کردند و در غرفه ویژه اقلیت‌های دینی هست، بازسازی اشعار فردوسی است در باب ایران. اجازه بدید من هم یه شعر کوتاهی رو از فردوسی قرائت بکنم و از محضر جناب آقای دکتر حداد عادل بهره ببریم. که ایران چو باغی است خرم بهار، شکفته بسی لاله کامکار. ایران سرزمین مینویست. این سرزمین طبعا دشمنانی هم داره. دشمنان این سرزمین ویرانی ایران رو میخواند. دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. در برابر این دشمنان که در تعبیر کهن ما دیو هم خوانده شده، پهلوانانی بودند که از این سرزمین دفاع می‌کردند. خصلت پهلوانی علاوه بر توانایی و قدرت جسمی، توجه به ایزد تبارک و تعالی بوده است. ایران مرکز ادیان توحیدی است، محور ادیان توحیدی است. فردوسی میگه تو مردیو را مردم بد شناس، کسی کو ندارد ز یزدان سپاس. کسی که سپاس یزدان رو نداشته باشه مردم بده. و در نگاه فردوسی دیو همان کسانی هستند که نظر سو به این سرزمین مینوی دارند و اینها کسانی هستند که سپاس یزدان رو ندارند. در برابر اینها افراد نیرومند و توانایی بودند که هم سپاس یزدان رو داشتند و هم جنگاور بودند و از این سرزمین مینوی دفاع می‌کردند. خاندان نوذر، خاندان گودرز، خاندان زال، خاندان سام که رستم هم از همین خاندان هاست، اینها پهلوانانی بودند که از ایران دفاع می‌کردند. و همین پهلوانی‌ها و داستان‌های پهلوانی رو کسانی روایت می‌کردند. راویان این داستان‌ها رو گوسان یا خونیاگران می‌گفتند که این حماسه‌ها رو بیان می‌کردند و این آثار رو و این رشادت ها رو زنده نگه می داشتن. نمونه ای رو اشاره فرمودن در باب داستان آرش کمانگیر. و این روند پهلوانی و دفاع از این سرزمین مینوی در همه عرصه ها و در همه قرن ها حضور داشته و وجود داشته. دفاع مقدس هم ادامه همین دفاع پهلوانان و قهرمانان از این سرزمین آسمانی است. بسیار جای خوشبختی داره همبستگی که بین ادیان توحیدی در کشور ما وجود داشته و قدیمی‌ترین آثار مربوط به همه ادیان توحیدی رو در این کشور پاک و منزه و مینوی میتوانیم بیابیم. دفاع مقدس که به نیت دفاع از تاریخ و فرهنگ و هویت این سرزمین آغاز شد، همه گروه ها رو بسیج کرد. در روز آزادی خرمشهر، روز ملی مقاومت، همه اقشار مشارکت داشتند، همه همراهی کردند
و هرچه در توان و ظرفیت فرهنگی و تاریخی خودشون داشتند به عرصه آوردند و این روز رو به یک روز ملی و ماندگار در تاریخ ما مبدل کردند. بیشک همین روحیه میتواند در ادامه این مسیر باعث شرمساری دشمنان ایران بشود و موقعیت ایران رو در آستانه های علم و فرهنگ و تمدن در سراسر جهان هر روز بیش از گذشته تثبیت کند و این با همکاری همه گروه ها از جمله هموطنان زرتشتی، کلیمی و مسیحی میسر است که ما بتوانیم به تعبیر مقام معظم رهبری نهضت نرم‌افزاری رو در عرصه جهان هدایت کنیم و در اختیار بگیریم و از نتایج اون برای تقویت جایگاه نگاه توحیدی در سراسر جهان بهره ببریم. موفق و پایدار باشید. و سلام.